باید پیداشون بکنم. خانم بهنوش طباطبایی رو من چند دقیقه پیش دیدم اینجا تشریف داشتند. آقای سعید روستایی اینجا تشریف دارند از کاندیداهای محترم. فکر کنین چه لیست پروپیمونی فقط کاندیداهای این دوره داره. خانم مهناز افشار که باید سراغ ایشون رو هم بگیریم. نمیدونم کدومی که از این کاندیداها بیقرارتر و یا شاید آرومتره. خانم صدر عرفایی کاملا لم دادن، بی خیال، راحت و امن، انگار که نه انگار. آقای تنابنده رو شما میبینین؟ آقای تنابنده امسال فیلم ساختن، به عنوان کارگردان در واقع توی جشنواره امسال تشریف داشتند. خانم پناهی ها همینطور و دیگرانی که حالا من تا انتهای مراسم یک به یک انشاءالله پیداشون میکنم. آقای هوتن شکیبا کجاست؟ خانم آقای هوتن شکیبا هم یک ورود جدی پرقدرت با یک فیلم خیلی خوب و کاندیداتوری. سرکار خانم فاطمه معتمداریام، البته ایشان هم مستقنی هستند، در استقنای تام و تمام طبیعتاً باید توی یک صندلی الان نشسته باشند اگر در سالن الان باشند، و همه بزرگان و برادران و خواهران ارجمند محترم بازیگر، کارگردان، فیلمنامه نویس، فیلم برداران ارجمند، تدوینگران محترم، همه دوستان ما در صدا و تدوین و همه دست‌اندرکاران فیلم‌های امسال جشنواره 37م، جشنواره 37م فیلم فجر. خواستم محضر همشون عرض ادب کنم و خوش آمد بگم. تعظیم می‌کنم به محضر قدسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که فاصله زیادی هم از زمان شهادتشون نداریم، و البته در این روز مبارک خجسته 22 بهمن ما انقلاب مبارکمون حالا دیگه قطع یقین 40 ساله شده. به همه شما تبریک میگم. این حاصل جانفشانی، فداکاری، تلاش همه کسانی است در طی چند نسل که انقلاب رو ایجاد کردند و هم تا به امروز سرافرازانه نگه داشتن. در میان شما تعداد زیادی از اعضای خانواده محترم شهدا هم حضور دارند، هم خانواده شهدای انقلاب اسلامی، هم دفاع مقدس، هم شهدای امنیت و شهدای ترور، و هم شهدای مظلوم ما، شهدای اخیر مظلوم ما در عراق و سوریه. به همه اونها هم عرض ادب و احترام میکنم. کاش یه جای مشخص نشسته بودند که ما همگی میتونستیم جمال نورانیشون رو دقیق ببینیم، به احترام اونها هم کف بزنیم و تعظیمشون کنیم و بگیم که تاج سر ما هستند، قدم سر چشم ما گذاشتند، و طبیعی است که آزادی و امنیت و استقلالی که امروز ما داریم مدیون رشادت اونهاست. تو روزگار اسرت داریم زندگی میکنیم، روزگاری که بالاخره سختی هایی هست، اما مطمئنن خانواده شهدا بیش از همه ما دچار این سختی هستند، البته صاحب اجر فراوان هم انشاءالله. جشنواره 37م دیشب کارش رو تمام کرد، از 10 بهمن شروع شد. حدوداً توی 60 سالن توی کشور فیلمهاش به نمایش در اومد. به نظرم رسانه ای نیست که به جشنواره فجر نپرداخته باشه. جشنواره فجر و اختتامیهش به نظرم مهمترین و حساسترین رویداد جمهوری اسلامی ایران هست، نه فقط برای اهالی سینما بلکه برای همه مردم ایران. مهمترین جشن هر ساله پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست. خدا رو شکر میکنم که به خوبی، با شکوه و با نظم برگزار شد. آقای دکتر ابراهیم داروغ‌زاده دبیر این دوره جشنواره هم به همراه همکارانشون خیلی تلاش کردند و زحمت کشیدند و حالا سرکیف و سرحالن الحمدلله که به خوبی و خوشی گذشت. گوش کنیم آقای دکتر داروغ‌زاده در مورد جشنواره چه اطلاعاتی دارن به ما بدن. خواهش میکنم استقبال بکنیم آقای دکتر ابراهیم داروغ‌زاده. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با گرامی داشت ایام مبارک دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی به همه شما حضار گرامی و هنرمندان عزیز خیر مقدم میگویم. 37مین جشنواره فیلم فجر را در حالی به پایان میبریم که برای سینمای ایران در این سال اتفاقات مهمی رقم خورده است. سال 1397 پرمخاطب ترین سال سینمای ایران در دو دهه اخیر بود و به تبع آن پر رونق ترین و پرفروش ترین سال سینمای ایران به شمار می آید. در این میان آنچه شایسته توجه است استقبال تماشاگران از آثار متنوع و متعدد سینمای دفاع مقدس، مقاومت، کودک و هنری بود که در طول سال به نمایش درآمدند و در این سال بیش از 100 سالن جدید و نو به مجموعه سالن‌های سینمای ایران اضافه شد. حضور موفق آثار سینمای ایران اهم از کوتاه، مستند و سینمایی در رویدادهای جهانی همچنان ادامه داشت و علی رغم نوسانات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمنان، اقتصاد سینما در تولید و نمایش اقتصادی پویا و توأم با رشد بود. آثار حاضر در جشنواره 37ام گواه آن است که سطح کیفی فیلم‌های سینمای این دوره نسبت به دوره‌های قبل و نسبت به آثار سینمای ایران رشد قابل توجه و چشمگیری داشته است و این همان چیزی است که منتقدین و علاقمندان به سینما پس از شروع نمایش فیلم‌ها می‌گفتند که سال سال سختی برای داوران است و هر سال که سال سختی برای داوران باشد یعنی آثار ممتاز زیاد و آثار خوب فراوان است. بی تردید آنچه در تاریخ سینما از جشنواره 37ام ثبت خواهد شد همین ویژگی هاست. تنوع آثار حاضر در جشنواره، تنوع ژانر، تنوع موقعیت های خلق داستان و وسعت جغرافیای آثار به تمامی ایران و شاید از همه مهمتر توجه و تمرکز آثار ارزشمند سینمای ایران بر مفاهیم و موضوعات دارای اولویت، وحدت ملی و منافع ملی و خلق آثاری مهم و ارزشمند، باورپذیر و مورد پسند علاقمندان به سینما. رضایت بالای تماشاگران و منتقدین از آثار این دوره جشنواره گواه صادقی است بر این امر که سینمای ایران در 40 سالگی انقلاب اسلامی و رغم تمایل و تلاش دشمنان برای ناامیدسازی هنرمندان تلاش شایسته و درخور و افسون نمود تا سهم خود را در جشن‌های 40 سالگی انقلاب به خوبی و بیش از پیش ادا کند که جشنواره فیلم فجر برای سینمای ایران فقط یک رویداد هنری نیست بلکه بارزترین و باشکوه‌ترین جلوه اجتماعی و مردمی و فرهنگی هنری جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی است. با کمال تأسف و شاید به دلیل اهمیت آثار تولید شده آنچه از دید رسانه‌ها خصوصاً رسانه‌های پایتخت در این آیین با شکوه مخفول ماند، شور و نشاط جریان اجتماعی ایجاد شده حول محور سینما در سراسر ایران بود. نمایش همزمان گزیده آثار جشنواره در همه استان‌ها و در سراسر کشور شرایطی فراهم نمود تا به عدالت اجتماعی نزدیک شویم و جشنواره فیلم فجر مردم سراسر ایران را در بر گیرد و همه آنان را در این رویداد در 40 سالگی انقلاب اسلامی شریک سازد. صفهای طولانی علاقمندان به تماشای آثار و سانس‌های فوق‌العاده برای بیش از 10 فیلم و ادامه نمایش‌ها در قالب سینماها تا ساعت 3 بامداد جشنواره امسال را جشنواره متمایز ساخته بود و خدای بزرگ را شاکریم که سینمای ایران توانست سهمی قابل توجه از شادمانی جشن‌های 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشد. از همه همکارانم خصوصاً داوران محترم که می‌دانم و می‌دانید که در سخت‌ترین سال برای قضاوت آثار تلاش کردند شایسته‌ترین و عادلانه‌ترین قضاوت‌ها را انجام دهند سپاسگزارم. امشب تمام سینمای بزرگ ایران پیروز هستند و سربلند. همه نامزد شده ها و نشده ها، همه فیلم های پذیرفته شده و نشده، سینمای ایران از فردا راهی برای دستیابی به قله های هنوز فتح نشده را آغاز خواهد کرد. برای سینمای ایران در این راه طولانی
توفیق و سعادت آرزو میکنم. و سلام. 37مین جشنواره فیلم فجر. داوران بخش نگاه نو: محمد آفریده، حبیب احمدزاده، آیدا پناهنده، سعید سهیلی، مازیار میری. 37مین جشنواره فیلم فجر. به افتخار هیئت داوران بخش نگاه نو شروع میکنیم پس اهدای جوایز رو از اون دسته از فیلم هایی که این گروه از داوران قضاوت کردند. دعوتشون میکنم تا تشبیارن روی سن. سرکار خانم آیدا پناهنده خواهش میکنم تشبیارن. جناب آقای محمد آفریده، جناب آقای حبیب احمدزاده و آقای مازیار میری. آقای سعید سهیلی هم که میدانید در همین گروه فیلم ها رو داوری میکردن، یه ذره ناخوش بودند و به این دلیله که اینجا نیستند. دعا کنیم که انشاءالله سلامت باشن. آقایان و سرکار خانم، فیلم های کوتاه داستانی رو داوری کردن. 7 فیلم آقای میری، درست میگم؟ 4 فیلم کوتاه؟ آها، 4 فیلم کوتاه داستانی رو شما داوری کردید که شما هم احتمالاً میشناسید و حالا رأی این گروه از هیئت داوران رو خدمتتون قرائت میکنم. همه با هم یه نفس عمیق بکشیم شروع کنیم. سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه اهدا میشود به فیلم بچه خور به کارگردانی آقای محمد کارت. کارت رو که میشناسیم، هم فیلم کوتاه میسازن هم مستند، خدا رو شکر دست به جایزه گرفتنشون هم خیلی خوبه. این اولیش نیست و جشنواره‌های متعدد مخلصی هی جایزه میگیرن الحمدلله رب العالمین. انشاءالله که تداوم داشته باشه. سلام به همه، ممنون از هیئت محترم داوران. خیلی خوشحالم این جایزه رو میگیرم واقعا، و تشکر میکنم از سید مازیار هاشمی تهیه کنندمون، از عوامل خوبمون آبان عسکری، اسماعیل علیزاده، هادی بهروز، سعید حسنلو، مهدی سال کرمانی، آرش قاسمی، محمد فرهانی. دمتون گرم بچه ها، تبریک به شما و ممنون ازتون. امیدوارم که همیشه حضور جدی فیلم کوتاه و مستند توی جشنواره فجر استمرار داشته باشه. ممنون از همه. انشالله که مبارکشون باشه. همای سعادت که میگن میشینه روشونه آدم اینجوریه. و اما سیمرغ بلورین بهترین فیلم سینمایی مستند از بین 5 فیلم. سیمرغ بلورین بهترین فیلم سینمایی مستند اهدا می شود به فیلم سینمایی بهارستان خانه ملت به کارگردانی جناب آقای بابک بهداد.
خوشحال هستم برای دریافت این جایزه. تشکر میکنم از عوامل فیلم، تشکر میکنم از هیئت انتخاب و هیئت داوری. سینمای مستند امروز ما سینمای جسور و خلاقی هستش که سینمای داستانی رو تحت تاثیر خودش قرار داده. خیلی از مستندسازای ما الان در عرصه جهانی دارن جایزه‌های جهانی رو به خودشون اختصاص میدن، اما متاسفانه مورد کم توجهی قرار میگیرن. امیدوارم که مشکلات سینمای مستند ایران به زودی حل بشه. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خیلی متشکرم و مبارکشون هم باشه. اما در میان 10 فیلم اول نامزدهای رو اعلام کردن دیشب که امشب همین الان هم خواهش میکنم با اون نامزدها یک بار دیگه مواجه بشیم و آشنا بشیم، بعد من رأی آیون و سرکار خانم رو قرائت میکنم. نامزدهای بخش نگاه نو: جاندار، به کارگردانی حسین امیری دوماری و پدرام پور امیری. حمال طلا، به کارگردانی تورج اصلانی. دیدن این فیلم جرم است، به کارگردانی رضا زهتابچیان. روزهای نارنجی، به کارگردانی آرش لاهوتی. مسخره باز، به کارگردانی همایون غنی‌زاده. 37th جشنواره فیلم فجر. و اما ببینیم که رأی داوران چیه. چی؟ خیلی هم نداشت؟ الان میگم معلوم میشه آداش یا نداشت. سیمرغ بلورین بهترین فیلم سینمایی مستند اهدا میشود به خدا این متن رو خوندم، معذرت میخوام، من باید حواسم رو جمع کنم، یعنی خواننده عظیم بعد بادا حواسش جمع باشه. سیمرغ بلورین بهترین فیلم سینمایی اهدا می شود به فیلم سینمایی. بذارین اول صاحب جایزه رو من پیدا کنم، نمی بینمش. به فیلم سینمایی مسخره باز، به کارگردانی جناب آقای همایون غنی‌زاده. اسم من خیال محمد است، نزد آقای غنی‌زاده کار میکنم. من یک مهاجر افغانستانی هستم، از آقای غنی‌زاده خواستم اگر توانست امروز از مشکلات مهاجرین افغانستانی در ایران بگوید که زندگی درد دارد. ایشان از من خواستند امروز به جای ایشان اینجا حاضر شوم و خودم از مشکلات مهاجرین ایران بگویم. خودم بگویم که زندگی درد دارد. در راه فکر کردم مگر مشکلات ما را همه نمی دونند. مشکلات تحصیلی، دانشجویی، امتیازات حقوقی، اجتماعی. اما خودی مردم ایران امروز در کشور خودشان اگر مشکلات کم دارند که من از مشکلات خودمان بگویم. برای همین دیگر نیکو نیافتم در این شرایط گله کنم. امروز باید برای امید حرفهای خوب بزنیم، فقط حرفهای خوب. می خواهم از این فرصت استفاده کنم و مردم ایران سپاس گویم. سپاس، فقط سپاس. امروز
که آفتابی امید در افغانستان دمیدن گرفته، ما مردم افغانستان و پاس سالهای میزبانی شما برایتان آرزوی عبور از مشکلات بحران ها میکنیم. امید که رنگ آرامش دوباره به کشور ها بازگردد. یک نامه جالبه، داریم با هم چونه میزنیم که بقیهش هم بخونه یا نخونه، کوتاه هم نمیاد. ببخش، خواهش میکنم. راضی؟ نامه از همایون غنی‌زاده. کارگردانی برگزیده نگاه نو باید موفق شده باشد که نگاه نو جدیدی با جشنواره تزریق کرده باشد. حال آن که آنچه میبینیم حکایت از عدم موافقت این جانب کارگردانی مسخره‌باز در تسخیر نگاه نو به جشنواره است. لذا خردمندی از ایجاد فرصت حضور در جشنواره امسال خرسندی و قدردانی از این فرصت حضور در جشنواره امسال این جانب همایون غنی‌زاده از پذیرفتن این جایزه، یعنی جایزه نگاه نو، معذورم. امید که در دوره های دیگری کارگردان مقبولتری برای این جشنواره باشیم. امضا همایون غنی‌زاده. وقتی که اینجا باشین به خوبی شما ماها صدا رو نمیشنویم، برای همین آقای میری منتظر بودند. من عرض کردم و توضیح دادم که در یادداشتشون آقای غنی‌زاده ضمن تشکر و ابراز خرسندی و قدردانی و اینکه شنیدین دیگه، انشاءالله همچنان کارگردان سینما ایران باشند، مایل نبودند جایزه رو دریافت بکنند. خیلی متشکرم آقایون. سرکار خانم خیلی ممنونم، انشاءالله که موفق باشید. خیلی متشکرم. یه فیلمی امسال در جشنواره بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت. البته فیلم‌های متعددی واقعاً بود که مورد توجه قرار گرفتند. یا مثلا وقتی که دیشب کاندیداها رو هیئت‌های محترم داوران اعلام کردن، شما هم در جریان قرار گرفتید که شما هم در جریان قرار گرفتیم که هم زبانی و هم نوایی وجود داشت بین داوران و اهل سینما و منتقدین. یعنی به نظر میاد یک اتفاق عمومی صورت گرفته است، یک توافق عمومی صورت گرفته است بر سر کاندیداها. امیدوارم بر سر جایزه ها هم همین توافق عمومی وجود داشته باشه. از نوادر سالهایی که کاندیداها و انشاءالله که جوایز هم مورد اتفاق باشه. یکی از اون فیلم هایی که همه پسندیدیم فیلمی بود که به بخش جالبی از دوران دفاع مقدس میپرداخت. 23 نوجوان عزیز ما که اسیر میشدند و ماجراهایی که براشون در فیلم 23 نفر میگذشت. من خواهش میکنم یه قدری از فیلم رو ببینید تا بعد از فیلم اون طراحی که صورت گرفته است برای قدردانی و قدرشناسی و حق گذاری همه ما انشاءالله واقع بشه. بفرمایید. مولا صالح نشناختی؟ جان نشناخت. منصورم 20 نفر. منصور 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 يا بغداد. هلا بيه حسن مستشرق معك. خدا حفظتون كنه. شخص خود صالح یه نعمتی بود تو استخبارات، یعنی وجودش با اون همه سختی ها واسه خیلی از بچه ها، جدی میگم، یعنی بچه های اسرا اکثرا مدیون
معرفت و اون شجاعتی که اونجا داشتش واسه بچه ها خرج کردش. احساسی که از این 23 نفر داری از بچه هایی که اونجا با هم بودید؟ یادم دادم که چگونه مسئله رشادت، استقامت، ما دوباره از اونا میگیرم به اونا میدم و تشعشعاتش به تمام بچه ها برسه و دوباره مندگار بمونه. سلام اهل موسیقی. آقای آلبو عبادی بازیگر نقش صالح. چی شد؟ نگه ایشون سوی؟ دارک شون حواله؟ غلط اضلاف اعتی؟ ربدعو وصله دیشب قبل رفتنی خوب بود، فکر کنم یه چیز دن تو سرش. آقا صالح، مولا صالح، چه خبر، چی شده، خوبی؟ قالت الضفدع قولا فسرته الحكماء في فم ماء وهل ينطق من في فيه ماء. مولا چی میگی؟ فارسی بگو. آیا دوستان، آیا ایدان دانشمندان، می شود کسی که دهنش پر از آب صحبت بکنه و تازه اسرار یواش یواش بده به اونا؟ نمیتونست هم باز نامفهوم. قورباغه چیه کله سر؟ چی شده؟ بعد یه اصرار بچه ها، خلاصه تو یه چیزی میدونی نمیخوای بگی. بعد دیگه بابا خرمشهر آزاد. چی شب چند تا اسیر آورده؟ گفتم خرمشهر آزاد شده. میسین که تمام دنیا بهشون داد. خدایی راست میگی. الله ما 23 نفر بودیم، 23 روز بعد از اسارتمون خرمشهر آزاد شد. امسال در جشنواره چند تا فیلم داشتیم که ابتنایشون پژوهش و تحقیق بود، مثل فیلم سرکار خانم آبیار شبی که ماه کامل شد، یا فیلم سمفونی نهم، یا فیلم ماجرای نیمروز دو رد خون، یا فیلم غلامرضا تختی، و هم این فیلم. شما میدونید که در مورد این 23 نفر چند کتاب نوشته شده. خود آقای مهدی جعفری هم سالها پیش بر همین اساس مستندی رو ساختند. حالا فیلم سینمایی در واقع نگاهی به اون کتاب ها هم البته داشته، ولی مجاورت و معانست خود آقای مهدی جعفری با این آزادگان ارجمند باعث شد که بالاخره تلاش شاید بیش از 10 سالشون ثمر بده و این فیلم درخشان و عزیز و محترم ساخته بشه. به نظرم همه اونایی که دیدن با من هم رأی هستن و تصدیق می‌فرمایید که فیلم آدم‌های قابل لمسی داره و حال آدم رو به شدت خوب می‌کنه. یعنی شما وقتی از سینما خارج میشید، سربلند از سینما میایید بیرون با حال خیلی خوش، و حتما حالا دلتون میخواد که اونها رو ببینید. هم آزادگان دلاورمون رو، 23 نوجوان که حالا مردان بزرگ این سرزمین هستند، و هم بازیگران فیلم 23 نفر که این نقش‌ها رو بازی کردن. من بنا به احترام اجازه بفرمایید، و برای اینکه خیلی هم طولانی نشه، فقط اسامی مبارک این اسرا رو، آزادگان ارجمند رو میخونم، ولی موقع ورود بازیگران این فیلم هم انشاءالله همراهشون خواهند بود. پس من خواهش میکنم دقت بفرمایید به این اسامی مبارک، و تقاضا میکنم که آقایون وارد بشن به سن 37 جشنواره فیلم فجر. آقای علیرضا شیخ حسینی، آقای محمد ساردویی،
آقای ابوالفضل محمدی، آقای حمید تقی‌زاده، آقای منصور محمود آبادی، آقای عباس پور خسروانی. یکی از این گروه 23 نفر مرحوم سید عباس سعادت هستند که فرزندشون اینجا خواهد بود. آقای یحیی دادی نسب، آقای حسن مستشرق، آقای احمد علی حسینی هم، ایشون هم بیماری دارند که انشالله خدا شفاشون بده، فرزندشون در این صحنه حاضر خواهند بود. میخواین وایسین؟ اینا 7-8 سال برای ایستادگی من و شما چه صدماتی رو که ندیدند، چه رنجهایی رو که تحمل نکردند، برای اینکه من و شما بتونیم وایسیم. حالا خوبه که بهشون بگیم محکم روی پای خودمون وایسادیم. آقای محمد باباخانی، آقای یحیی کسائی نجفی، آقای رضا امام قلی‌زاده، آقای حمید رضا مستقیمی، آقای حسین قاضی‌زاده، آقای مجید ضیغمی نژاد، آقای جواد خاجویی، آقای محمود رعیت نژاد، آقای سید علی نورالدینی، آقای محمد صالحی، آقای حسین بهزادی، آقای احمد یوسف. سینمای ایران اینجا تشبیارن تا هدایای پیشبینی شده رو تقدیم برادران بزرگوارمون بکنیم. ابتدا بذارید خواهش بکنم از سرکار خانم گوهر خیرن. خدمت شما عزیزان و سلام و تعظیم به شما قهرمانان. اونجا فیلمو وقتی داشتم باهاش پیش میرفتم، دیدم خدای من دارم شاهد یک فیلمه با استانداردهای جهانی میشم. تا اینجا که شعور من میرسه پس از 130 فیلم که بازی کردم و این همه فیلمها در همه جا، از فیلمهای شما دیدم و فیلمهای دونارم دیدم، قاب بندی ها، کارگردانی، بازی گرفتن از نابازیگرانی که اینجا هر کدام برای خودشون قهرمان ها رو میخواستن به تصویر بکشن و فیلم برداری که خب قبلا هم آقای مهدی جعفری فیلم برداری های خوبی در به وقت شام و خیلی چیزای دیگه داشتن، انقدر در کنار فیلم بردارشون درخشان بودن، دیالوگ های فوق العاده که از طنز بسیار ظریفی هم برخوردار بود و فیلمی بود که میتونست شما رو درگیر کنه. هیچ انسانی نمیتونید پیدا بکنید که خاک وطنش رو دوست داشته باشه که یک وجبش رو از دست بده، پس حتما باهاش همدل می شدید، همراه می شدید. من مطمئنم در سینما
با جذابیتی که داره حتما یک فیلم پرفروش میشه. از یک طرف خود من فکر میکردم که تا آخر شاید نتونم، ولی اصلا موجه که نزدم هیچ، تا آخر تحسین کردم و عشق ریختم. دلم نمیخواست که نور بیاد روشن بشه و عشقها و حقیقم رو کسی ببینه، باور کنید. چون اون موقع است که آدم فکر میکنن حالا یا این بازیگر داره شعاف میکنه یا میخواد یه جوری به نمایش بذاره خودشو. در تنهایی با کنار دست خودم با همراه خودم اون عشق میریخت، چون آبادان رو دیده بود. رو همراهی بکنن جناب آقای دکتر عباس صالحی، رئیس محترم سازمان سینمایی جناب آقای حسین انتظامی. سلام. و هم از دبیر محترم خواهش میکنم آقای احمدزاده، شما دبیر محترم جشنواره خدا رو بزاده، شما خواهش میکنم تشریف بیارین. جشنواره آقای احمدزاده کمک میکنین یه میزانسن بهتر پیدا بکنین، بچه ها اگر بیان ردیف جلوتر قرار بگیرند، چون میخواییم جشنواره به یکایی که این عزیزان هدایایی رو تقدیم خواهد کرد. به علاوه اون جشنواره میخواد یک سیمرغ نمادین رو به این 23 آزاده عزیزمون تقدیم بکنه.
توی تاریخ سینمای ایران فیلم‌های زیادی خدا رو شکر هست که به موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداخته. حتما سربلند سینمای ایران از این بابت، هرچند در نسبت با اون چه که مطلوبه و اون چه که باید واقع بشود یا میشده است حتما فاصله زیاده. این البته به دلیل وسعت و بزرگی انقلاب اسلامی ایران و هم دفاع مقدس ماست. امیدوارم فیلم‌های بهتر و بیشتری رو بعد از این ببینیم. آقای فراورده می‌فرمایید اگر نکته‌ای دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم. 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه عزیزان تبریک میگم. عیزه میخوام این سیمرغ ارزنده را از جانب خودم و از جانب آقای مهدی جعفری تقدیم بکنم به کسانی که 8 سال و 7 ماه و 3 ماه و 17 روز اسارت رو تحمل کردن برای اینکه ما در آسایش زندگی کنیم. ممنونم. خیلی متشکرم. انشالله مبارک آقایان همگی باشه و همگی رو بدرقه میکنیم و بهشون قول میدیم که تاریخمون یادمون نره و این مردهای بزرگ هیچ وقت یادشون نره. آقای سعید آلبوعبادی رو خانم خیراندیش یادآوری میکنن که باز اسم مبارکشون ببرن که آره نقش ملا صالح رو بازی میکردن دیگه. آره دیدیم چقدر شیرین و چقدر عزیز و محترم. خیلی ممنونم. دست میزنیم حسابی، اگر سوت هم هر کی بلده بزنه خیلی خوبه، بدرقه‌ش رو میکنیم. به نام خدا، چون خانم خیراندیش یه شوخی با من کردن گفتن ایشون جای مادر من هستن که حتماً ان شاءالله میتونن جای مادر من باشن، من از طرف اون قاضی القضات بهشون قول میدم چون قضیه ایشون مال 25 سال پیش بوده، تو اسلام یه حکمی داریم الان که بر ایشون مترتبه، میتونم با هر کنه این بچه‌ها همسرشون رو ببوسن هم باشون دست بده، هیچ اشکال اسلامی نداره. خیلی ممنونم از آقای احمدزاده. از آقای شهسواری هم خیلی خیلی ممنونم که تو این جمع ما رو همراهی کردن به عنوان مدیر عامل محترم خانه سینما، و هم از آقای انتظامی خیلی ممنونم. من میخوام اگر اشکال نداره شما رو نگه دارم اینجا برای دقایقی سخنان شما رو بشنویم و بعد ادامه بدیم. آقای دکتر عباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهر و مهربانی. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت خانم ها، آقایان، پیشکسوتان و اساتید عرصه هنر و سینما. شاد باش میگویم جشن ملی سینما رو روز 22 بهمن و 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران رو. در این فرصت کوتاه پیام رئیس جمهور محترم اسلامی ایران رو، جناب آقای دکتر روحانی رو، بخشش رو قرائت می‌کنم، چون در کتاب نوشته جشنواره مجموعه پیام رو می‌توانید ملاحظه کنید با عرض پوزش از ایشان و شما در این تلخیص. هنر هفتم زبانی گویا برای انتقال مفاهیم و از کارآمدترین ابزارهای توسعه فرهنگی است. صنعت سینما زبان مشترک همه انسانها و بلکه نسلها و یکی از قدرتمندترین وسایل ارتباطی جهان است. در 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، سینمای ایران به همت سینماگران و فعالان این عرصه به درخت ریشه‌دار و پرشاخ و برگی تبدیل شده که از اعتبار جهانی برخوردار است و ثمرات آن از نمادهای بلوغ ملت ایران به شمار می رود. این سینمای نجیب و بالنده در بعد هنری تجلیگاه نبوغ جوانان ایرانی، در بعد پیام
ابزار انتقال عالی ترین مفاهیم انسانی و در بعد صنعتی زمین ساز تحولی فرهنگ و جامعه محور بوده است. در روزهایی که بدخواهان ایران و ایرانی با تمام توان و همه ابزارهای سخت و نرم خود در مقابل این ملت سفارایی کرده اند و بیش از همه برای صدمه به امید آنها کمر بسته اند، سینما در عین تعهد به بازنمایی دغدغه‌های مردم می تواند در این مساف سرنوشت ساز به همراهی ملت بیاید و با امید آفرینی هنرمندانه و هوشمندانه محرم و مرهم مردم باشد و عبور از دشواری‌های فعلی را آسان‌تر کند. جشنواره فیلم فجر نه تنها مهمترین رویداد سینمای کشور است، بلکه می‌تواند فرصتی مغتنم برای انتقال پیام بلوغ و رشد و پویایی ایران اسلامی به جهانیان باشد. این جانب ضمن گرامی داشت شهدای هنرمند و یاد بزرگان شهید سینمای ایران که امروز در میان ما نیستند و با قدردانی از همه دست‌اندرکاران این رویداد شگرف فرهنگی، مقدم همه سینماگران را در این جشنواره پاس می‌دارم و توفیق آنان را در خلق آثار فاخر و جذاب در راستای خواست مردم، تحقق اهداف اسیر انقلاب و توسعه ایران عزیز مسئلت دارم. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شاد و سرفراز و پیروز باشید. And we will be putting on among the strongest sanctions that we've ever put on a country, like few others. Thank you for that. اهالی فرهنگ و هنر ایران همچون همیشه تاریخ ایران در مقابل دشمنان ویران طلب در کنار مردم خود ایستادند و نه فقط در کنار مردم ایران که در کنار مردم مظلوم جهان. هنرمندان ایرانی همصدا با هنرمندان جهان و نهادهای بین المللی و مدنی با آغاز دوباره سیاستهای ظالمانه دولت آمریکا علیه مردم ایران، با هر سلیقه و گرایشی موجی از حق طلبی و مخالفت با این سیاست ها را در جهان فریاد نمودند. جمع کثیری از چهره های دیگر در مقام سفیران صلح و آزادگی به این سیاست ها واکنش نشان دادند و صدای مردم ایران را به گوش جهانیان رساندند تا بار دیگر و برای همیشه آواز سردهند که سینمای ایران و هنرمند ایرانی با هر نوع گرایش و سلیقه سیاسی اجتماعی، با کوله‌باری از اعتبارات ملی و جهانی، در بزنگاه‌های تاریخی یک دل و یک صدا و فارغ از هر نوع اختلاف سلیقه، در دفاع از حیثیت ملت بزرگ ایران با اتکا به اقتدار ملی و فرهنگ و هنر دیرینه خود، مشتاقانه در همه صحنه‌ها حاضر است و هیچ قدرتی نمی‌تواند خللی در این پیوند ایجاد کند. هنرمندانی که در لحظه لحظه 8 سال دفاع مقدس دوش به دوش حافظان میهن هم جنگیدند و هم نابترین لحظات از ایثار و فداکاری را ثبت و ضبط کردند و تا هم اکنون در کنار همه مظلومان جهان، از مدافعان حرم و حریم ایمان و آرمان تا مظلومان یمن و میانمار ایستادند و هر جای جهان مظلومی هست، یک لحظه دوربین از آنان جدا نمی شود و جهانیان را از این همه ظلم و مقاومت مظلومان در برابر ظالمان آگاه می کنند. هنرمندانی که دغدغه مظلومان جهان را دارند و آن را با صدای بلند فریاد می کنند. ستایشگر و قدردان هنرمندانی هستیم که با هر رسانه‌ای که در اختیار دارند در این راه می کوشند و از هیچ کوششی مزایقه نمی کنند. مرگ بر آمریکا
یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو، مرگ بر اینا، یعنی مرگ بر سردمداران. ما به مردم آمریکا کاری نداریم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما چندتایی که اون گروهی که دارید اداره میکنید کشورتون رو. چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد. 37مین جشنواره فیلم فجر. جشنواره فیلم فجر همیشه نماد همبستگی نه فقط همه هنرمندان و سینماگران، بلکه نماد همبستگی همه آحاد ملت ایران هم بوده هست و حتما همگی باید مراقبت کنیم تو لحظه لحظه رفتارهامون که این آینه با شکوه رو در همدلی، در همراهی و اتحاد انشاءالله حفظ بکنیم. در پی تصاویری که شما دیدید، سرکار خانم مرضیه هاشمی هم توی پلانهای آخر شما دیدین، کسی از همراهان ما در انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی که در هفته‌های گذشته در سفرشون به امریکا هم بازداشت شدند اینجا نشستن. خانم میشه بایستیم مردم شما رو ببینن، دارن احترام میکنن، تعظیم میکنن به شما و بزرگیتون. ایشون تاوان زندگی توی ایرانشون رو همیشه دادن، البته این یکی دیگه دستگل آخر امریکایی ها بوده. انشاءالله که سلامت باشید و موفق باشید همه برادران و خواهران ارجمندم در سینما و در همه رسانه ها. اما به خواست خدا انشاءالله از این لحظه شروع میکنیم به قرائت آراء هیئت محترم داوران در بخش سودای سیمرغ. خواهش میکنم فیلم ها رو ببینین، اول تجدید خاطره بکنیم، آشنا بشین. بخش سودای سیمرغ، آشفتگی، بنفشه آفریقایی، 23 نفر، خون خدا، تیغ و ترمه، جمشیدیه، قصر شیرین، در خونگاه، سال دوم دانشگاهی من، سمفونی نهم، شبی که ما کامل شد، مردی بدون سایه، ناگهان درخت، مسخره باز، ایده اصلی، پالتو شطوری، ماجرای نیمروز، رد خون، متری ششونی، طلا، سرخ پوست، غلام رضا تختی، قسم، 37مین جشنواره فیلم فجر. داوران بخش سودای سیمرغ، محمد احسانی، محمد علی باشاهنگر، محمد بزرگنیا، مهرزاد دانش، پوران درخشنده، ریما رامینفر، محمود کلاری. 37مین جشنواره فیلم فجر. دعوت میکنم از اعضای هیئت محترم داوران در بخش سودای سیمرغ، سرکار خانم پوران درخشنده،
همه به نظرم اذعان کردین که به خصوص کار این هیئت داوری این دوره بسیار کار سختی بود. یعنی فیلم هایی که توی وجوه مختلف خیلی نزدیک هم بودند. حالا باید ببینیم که بعد از رضایت عمومی که از اعلام کاندیداهای آقایون و خانمها داشتند، حالا باید ببینیم آرایشون به چه ترتیبه. آقای مهرزاده دانش، شما مثل این که بیانیه ای رو آماده کردید. ممنون میشم قرائت بفرمید. آقای مهرزاده دانش رو تشویق بکنیم دیگه، نه؟ سلام. به نام داور دادار، هیئت داوران بخش سودای سیمرغ 37 جشنواره فیلم فجر در پی تماشا و ارزیابی آثار این بخش برداشت خود را به شرح زیر اعلام می دارد. 1. رشد چشمگیر فنی و صنعتی در سینمای ایران یکی از بارزترین نمودهای جشنواره امسال است، آنسان که انتخاب برترین ها از میان گزینه های متعدد فرایند دشوار و بحث برانگیز و البته خرسندی بخش برای هیئت داوران بود. 2. تنوع گونه ها و لحن ها و سبک های مختلف سینمایی ویژگی دیگر فیلم های جشنواره امسال است. توجه سینماگران به ژانرهای مختلف جنگی، کمدی، پلیسی، فانتزی، تاریخی، ملودرام، مهیج، معمایی و نیز لحن‌های اجتماعی، خانوادگی، آیینی و شاعرانه غنای موضوعی فیلم‌های امسال و فاصله‌شان را از قالب‌های یکسان دوران‌های گذشته نوید می‌دهد. 3. مدت‌های مدید است که قاب سینمای ایران به دلایل مختلف گرفتار فضاهای محدود و بسته و عمدتاً آپارتمانی معطوف به مشاجره‌های خانوادگی شده است. باعث خوشنودی است که عوامل فیلم‌های امسال این قاب محدود را شکستند و دوربین خود را به محیط‌های باز معابر و خیابان‌ها و جاده‌ها و دشت‌ها و شهرهای مختلف بردند تا گستره‌های وسیع و پس‌زمینه‌های عریض و تنوع چشم‌اندازها قابی در خود نام و هویت سینما پیدا کند. 4. تاریخ عرصه دشوار و ناپیدای سینمای ایران است. تلاش سینماگران در جشنواره جاری برای نقب زدن به لایه‌های زیرین این فضای پرمخاطره و حساسیت برانگیز، چه تاریخ جنگ تحمیلی 8 ساله که در برگیرنده حماسه دفاع شهیدان و ایثارگران و آزادگان بی ادعاست و چه تاریخ معاصر 100 سالگی بحبوحه‌ای از پیروزی‌ها و شکست‌ها و مقاومت‌ها و رادمردی‌ها و پهلوانی‌هاست، تحسینی در خور می‌طلبد. 5. موقعیت شناسی سینماگران در درک روح زمانه و نیازسنجی‌های روزگار ما از دیگر نکته‌های پرتأمل جشنواره امسال است. چه آن سینماگری که گوهر ناب آرامش و مسالمت را در فضای عصبیت زده کنونی می‌جوید و چه آن دیگری که با یادآوری تهدیدهای گذشته و حال جزم اندیشان پیرامونی بر دفاع از پیکره وحدت ملی تاکید می‌کند. 6. فیلمنامه همچنان چشم اسفندیار سینمای ماست. انسجام روایی، آغازبندی و پایانبخشی منطقی، ضرباهنگ روایت، توجه به عمق و واپروزیر بودن انگیزه های رفتاری و موقعیتی شخصیت ها و حل شدن ایده و درونمایه در تاروپود دراماتیک داستان بایسته های کمتر دیده شده این عرصه است. 7. جشنواره امسال نشان داد که سینمای ایران بضاعتی در خور دارد و در نگاهی واقع بینانه و نه کمالگرایانه و خیالی درصد آثار برترش به دیگر آثار چیزی کم از درصد آثار برتر جشنواره‌های معتبر جهانی ندارد. این ظرفیت را پاس بداریم و با افراط و تفریط‌های بیجا در حسن‌جویی زیاد از حد و عیب‌جویی گشاده از وسعت تضییعش نکنیم. 8. نزد هیئت داوران جز سنجه‌های سینمایی معیار دیگری برای ارزیابی فیلم‌ها ملاک نبود. تقسیم بندی‌های جعلی و نادرستی که در برخی محافل برای فیلم‌ها و سینماگران مطرح می‌شود، جز ایجاد انشقاق برای سینمای کشور کارکرد دیگری ندارد. همه سینماگران کشور فرزندان این خاک و دیارند
و هر فیلمی که طبق قوانین جاری به بخش مسابقه راه یافته است، اثری مجاز و محترم است و سهمی برابر با دیگری برای ارزیابی عادلانه دارد. ساحت داوری منزه از تأثیرپذیری از سهم‌خواهی‌های محفلی است. 9. آنچه به عنوان نتایج داوری جشنواره در اعلام نام نامزدها و برگزیدگان مطرح می‌شود، برایند و معدل بینش و دانش و شعور و ذائقه و تجربه سینمایی 7 نفر اعضای هیئت داوری است. بدیهی است که در صورت داوری دیگران با کم و کیفی متفاوت رقم خوردن نتایجی دیگر امکان داشت. داوری 2 سو دارد. 1 سو آنچه داوری می شود و سوی دیگر خود داوران که با انتخابهای خود خیشتن را در معرض قضاوت دیگران قرار می دهند. امیدواریم داوری ما در انطباق نسبی با خرد و وجدان جامعه هنری باشد. متشکرم. خیلی متشکرم از آقای دانش و هیئت محترم داوران. با نامزدهای بهترین جلوه های ویژه میدانی آشنا میشیم و شروع میکنیم این قسمت رو. نامزدهای بهترین جلوه های ویژه میدانی. محسن روزبهانی برای فیلم 23 نفر. ایمان کرمیان برای فیلم سمفونی نهم. آرش آقابیگ برای فیلم شبی که ماه کامل شد. ایمان کرمیان عرشا اقدسی برای فیلم قسم. ایمان کرمیان برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون. 37 جشنواره فیلم فجر. خب افتخار کاندیداهای این بخش، چون یکی رو زدین یکی رو نزدین، همه دل دارن به خدا، فقط آقای جواد عزتی که نباید براش کف زد، البته که برای او بیشتر باید زد، یا حتی آقای امین حیایی. فکر کنی؟ خب همه حاضرین؟ قول میدین درست تابی سوت بزنین؟ شماها؟ من چشم امیدم شما و آقای حیایی. من آقای دکتر واعظی رو هم خیر مقدم عرض بکنم، رئیس دفتر محترم رئیس جمهور. ایشون هم دقایق پیش تشریف آوردن که ازشون خیلی خیلی ممنونم، و همه بزرگانی که اینجا تشریف دارند، آقای جنتی هم اینجا تشریف دارند که ما ارادت داریم خدمتشون، وزیر محترم پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای محمد علی باشاهنگر، شما رأی هیئتتون رو در این بحث قرائت بفرمایید. آقای باشاهنگر، سر به زیر آب، ملکه. سلام، عرض ادب دارم خدمتون. امیدوارم که شب خوبی رو سپری کنید. سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه، جلوه‌های ویژه میدانی اهدا می شود به جناب آقای ایمان کریمیان برای فیلم سینمایی ماجرای نیمروز رد بخون. خب خیلی خوبه، با ماجرای نیمروز 2 شروع میکنیم سودای سیمرغ رو. ببینیم با چه فیلمی تموم میکنیم. که حالا بهترین جلوه های ویژه رو هم دریافت کنیم. سلام و عرض ادب دارم. میخوام یه چند تا تشکر بکنم. میخوام اسم دستیارامو بگم: مرتضی رمضانی، یاسر یار محمدی، مجید حیدری، بهزاد سلیمی و حمید بیاتی. همچنین از سید محمود رضایی و حسین مهدویان عزیز، کامران حجازی، مسعود زمانی و گروه تدارکات، جواد عزیزم، احد عزیزم و سعید عزیزم. متشکرم، ممنونم از شما و همچنین تشکر از هیئت داوران. انشالله که مبارکشون باشه. خیلی ممنونم آقای باشاهنگر. نامزدهای بهترین جلوه های بصری. نامزدهای بهترین جلوه های ویژه بصری. جواد متوری برای فیلم مسخره باز،
محسن خیرآبادی، رضا میساقی، شهاب نجفی برای فیلم غلامرضا تختی، هادی اسلامی، امیر سحرخیز برای فیلم 23 نفر، جواد متوری برای فیلم سرخ پوست، سینا قویدل برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، 37 جشنواره فیلم فجر. استاد محمود کلانی برنده سیمرغ بلورین این بخش رو اعلام میکنم. ممنونم. سلام میکنم خدمتون. سیمرغ بلورین بهترین جلوه های بصری اهدا می شود به جناب آقای جواد متوری برای فیلم مسخره باز. فیلم مسخره باز برای بهترین جلوه های ویژه بصریش جایزه می گیره، جایزه که آقای جواد متوری می گیره و انشالله که مبارکشون هم باشه. سلام به همه. خیلی خوشحالم که این جایزه رو دریافت میکنم و لازم میدونم که از هیئت محترم داوران تشکر کنم. تشکر میکنم از همایون غنی‌زاده به خاطر اعتمادی که به من و تیمم کرد و لازم میدونم که از در واقع این جایزه رو تقدیم میکنم به بر بچه های تیممون. زحمت هستی رو واقعا اونا کشیدن، کار ویژوالی کار تیمیه و خیلی ممنون از همگی شما. شب خوبی داشته باشید. انشالله که سلامت باشید، مبارکتون باشه. نامزدهای بهترین چهره پردازی. نامزدهای بهترین چهره پردازی: ایمان امیدواری برای فیلم شبی که ماه کامل شد، مجید اسکندری برای فیلم سمفونی نهم، شهرام خلج برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، سعید ملکان برای فیلم غلامرضا تختی، ایمان امیدواری برای فیلم مسخره باز، عباس عباسی برای فیلم 23 نفر، 37 جشنواره فیلم فجر. سرکار خانم بیمارانی فر، با احترام از شما خواهش میکنم که جایزه بهترین چهره پردازی رو اعلام بفرمایید. سلام، شبتون بخیر. سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی اهدا میشود به جناب آقای ایمان امیدواری برای فیلم شبی که ماه کامل شد. خیلی متشکرم، انشاءالله مبارکتون باشه. اما نامزدهای بهترین طراحی لباس رو که میشناسید یه بار دیگه آشنا میشیم، مرورشون میکنیم. نامزدهای بهترین طراحی لباس: محمد رضا شجاعی برای فیلم شبی که ماه کامل شد، مشکین مهرگان برای فیلم سمفونی نهم، محمد رضا شجاعی برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، امیر ملکپور برای فیلم غلامرضا تختی، الهام معین برای فیلم مسخره باز. 37 جشنواره فیلم فجر. آقای بزرگ، به احترام آقای محمد بزرگنیا که
سیمرغ بلورین این بخش رو اعلام میکنم. سلام عرض میکنم، شب بخیر. سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس اهدا میشود به جناب آقای محمد رضا شجاعی برای فیلم سینمای شبی که ماه کامل شد. دکتر شجاعی برای فیلم شبی که ماه کامل شد، آقای دکتر یکی از بهترین طراحان صحنه و لباس هستند توی ایران و فیلم های درخشان تاریخ معاصر یا تاریخ گذشته مخلصی. خیلی خوشحالم که یادتون کنم که کار کردن. اول جایزه شون هم بیستیم. انشاءالله که سیمرغ بلورین جشنواره 37 مبارکشون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. از هیئت محترم داوران تشکر میکنم. ممنونم از لطفتون. یه تشکرم لازم میدونم از هر دو پروژه‌ای که توش در واقع همکاری داشتم، هم رد خون هم شبی که ماه کامل شد. از مجموعه عواملی که از ایده تا اجرا کمکم کردن، بچه‌های بزرگوار تولید و تدارکات که همیشه زحمت اصلی پروژه به گردن اوناست ولی خب کمتر ازشون یاد میشه، و همینطور دستیارانم هم که همیشه بی دریغ کمکم کردن. ممنونم. انشالله که مبارکتون باشه. اما طراحی صحنه، نامزدهای بهترین طراحی صحنه: سهیل دانش برای فیلم مسخره باز، محمد رضا شجاعی برای فیلم شبی که ماه کامل شد، کیوان مقدم برای فیلم غلام رضا تختی، محسن نصراللهی برای فیلم های متری شیشونیم و سرخ پوست، کامیاب امینی عشایری برای فیلم 23 نفر. 37 جشنواره فیلم فجر. آقای بزرگ، نیا بازم از شما رو خواهش میکنم تصویر. سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه اهدا میشود به جناب آقای کیوان مقدم برای فیلم غلامرضا تختی. کیوان مقدم برای فیلم غلام رضا تختی. به نظرم این اولین سال حالا تا آقای مقدم ادب به جا میارن و بزرگواری میکنن، به نظرم این اولین سالی که در هیئت داوران دو تا از خانم‌های اهل سینما داور هستن. ایشون رو همچنان تشویق و قدردانی میکنیم و با نامزدهای بهترین صدا برداری بلافاصله آشنا میشیم. نامزدهای بهترین صدا برداری: ایرج شهزادی برای فیلم متری شیشونیم. سلام خدمت شما و خیلی ممنونم از هیئت محترم داوران. قبل از هر چیز من میخواستم به بقیه همکارای خودم در بخش صدا که کاندید بودن و امشب اینجا حضور دارن تبریک بگم. خسته نباشید. به همکارای خودم سر صحنه، علی نعمتی و محسن پرهیزکاری، تشکر کنم. از بچه های استودیو نعیم مصریان، پیام شاهید سالس، از سعید روستایی، از آقای ساداتیان،
و تیم درجه یک متری شیش و نیم از هومن بهمنش و میخوام تشکر کنم از تیم درجه یک ناگهان درخت آقای صفی یزدانیان و پیمان مادی و از تیم درجه یک سرخپوست مجید مطلبی، نیما جاویدی، مهدی بدرو. خیلی ممنونم از همتون. مبارکتون باشه آقای شهزادی. صدا گذاری. نامزدهای بهترین صدا گذاری: امیر حسین قاسمی برای فیلم متری شیش و نیم، حسین ابوصدق برای فیلم سمفونی نهم، مهرشاد ملکوتی برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، امیر حسین قاسمی برای فیلم غلام رضا تختی، آرش قاسمی برای فیلم شبی که ماه کامل شد. 37 جشنواره فیلم فجر. دکتر احسانی، این یکی رو هم محبت بفرمایید شما اعلام کنید جایزه بهترین صداگذاری رو. سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری اهدا می شود به جناب آقای مهرشاد ملکوتی برای ماجرای نیمروز رد بخون. آقای مهرشاد ملکوتی برای ماجرای نیمروز دو رد خون. خب کاش کاندیداها لااقل میتونستن سر ردیفا بشینن، یه خورده راحت تر میان اینجوری تا بعد از دیدبوسی های مکرر بخوان برسن یه ذره طول میکشه، ولی ما حوصله میکنیم و صبر میکنیم و احترام میکنیم بهشون و برای کار درخشانشون حتما تشویقشون میکنیم. آقای مهرشاد ملکوتی رو برای فیلم رد خون. تشکر ویژه دارم از هیئت داور عزیز و فیلم خوب ماجرای نیمروز دو ببخشید و تشکر ویژه واقعا از محمد حسین مهدویان، کارگردان خوبمون، دوست عزیزم که کنارش خیلی یاد گرفتم، و تمام عوامل ماجرای نیمروز دو. آقای دکتر خیلی ممنون. آقای ملکوتی مبارکتون باشه انشالله. خب الان به نظرم تا اینجا تقریبا اکثر فیلم های مطرح لااقل یه جایزه رو دارند، هنوز کلی جایزه هم باقی مونده. تدوین خانم آقایان. نامزدهای بهترین تدوین: محمد رضا معینی برای فیلم سمفونی نهم، بهرام دهقانی برای فیلم متری شیش و نیم، خشایار موحدیان برای فیلم قسم، محمد نجاریان برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، میثم مولایی برای فیلم غلام رضا تختی. 37 جشنواره فیلم فجر. من قبل از که داور محترم رو دعوت میکنم، سازان ارجمند معمولا تو هر دوره جشنواره تایم کمی از فیلمشون رو معمولا در اختیار جشنواره قرار میدن برای استفاده های اینچنینی و هم استفاده توی تلویزیون و شبکه های اینترنتی و اینها. این باعث میشه که مثلا اینجا وقتی قرار است که ما کاندیداهای یه فیلم ببینیم، مدام پلان های تکراری داریم میبینیم. امیدوارم از سال دیگه با سخاوت فیلم سازان ارجمند پلان های بیشتری از فیلمشون رو لااقل تا 7 دقیقه که لااقل نرم جهانیه، تا 7 دقیقه جاهایی از فیلماشون رو در اختیار جشنواره قرار بدن که توش ویژگی های مختلف توش باشه. اینجا ما هم تو تلویزیون هم این شبانه هم دقت کردیم، مدام ما یه سری پلان های تکراری از همه فیلم ها میدیدیم. حالا بعد از این ببینیم تو سالهای بعد انشالله چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای مهرزاد دانش عزیز، شما جایزه بهترین تدوین رو خواهش میکنم اعلام بفرمایید.
سیمرغ بلورین بهترین تدوین اهدا می‌شود به جناب آقای بهرام دهقانی برای فیلم متری ششون. آقای بهرام دهقانی که تشریف ندارن، آقای ساداتیان تهیه کننده فیلم دارن تشریف میارن برای دریافت جایزه ایشون. آقای بهرام دهقانی از کلکسیونداران سیمرغ. من از طرف آقای دهقان بر جایزه‌شون رو میگیرم چون ایشون در سفر هستن، علی‌القاعده باید عذرخواهی بکنم که خودشون حضور ندارن اینجا. خیلی ممنونم آقای ساداتیان، خیلی محبت فرمودید. سلام مارم به آقای دهقانی عزیز، با کارهای درخشانشون برسونید انشالله ایشون هم سالم و سلامت باشن. موسیقی فیلم. نامزدهای بهترین موسیقی متن: پیمان یزدانیان برای فیلم‌های متری شیشونیم و بنفشه آفریقایی، امین هنرمند برای فیلم قصر شیرین، افشین عزیزی برای فیلم غلام رضا تختی، مسعود سخاوت دوست برای فیلم شبی که ماه کامل شد، کریستوف رضایی برای فیلم‌های ناگهان درخت و سال دوم دانشکده من، 37 جشنواره فیلم فجر. خانم درخشنده، شما لطفاً تشریف بیارین و نام مرد خوشبخت موسیقی امشب رو شما اعلام بفرمایید. سلام عرض میکنم، ضمن تبریک به تمام کاندیداها. خیلی خوشحالم از اینکه امشب جمع شدیم برای اینکه بهترین ها رو بشنویم. مرسی. سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن اهدا می شود به جناب آقای امین هنرمند برای فیلم سینمایی قصر شیرین. آقای هنرمند برای فیلم قصر شیرین. یه فریاد بی‌نظیرم بود که فکر کنم مثلا فرزند ایشون شاید شگفت زده شد. کلا چقدر سریع، انشاءالله که مبارکتون باشه. فیلم برداری پس بلافاصله. نامزدهای بهترین فیلم برداری: حمید خضوعی برای فیلم غلام رضا تختی، هومن بهمنش برای فیلم متری شیشونی، شهرام نجاریان برای فیلم خون خدا، علی قاضی برای فیلم مسخره باز، هادی بهروز برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، مسعود سلامی برای فیلم آشفتگی. 37 جشنواره فیلم فجر. جناب استاد کلاری، آقای محمود کلاری و یکی دیگر از انتخاب‌های سخت جشنواره امسال. اجازه می‌خوام که واقعاً به همکارای خودم عمیقاً تبریک بگم. سطح فیلم برداری سینما ایران به واقع بالاتر، اگر نگم هم سطح استانداردهای جهانی رسیده و این بسیار جای خوشبختی داره و ای کاش میتونستم حقیقتاً کاندیدای بیشتری اعلام بکنم و یا برندگان بیشتری. همه سعیم این شد که یک دونه کاندید رو در حقیقت بیشتر بکنم. کار همتون عالی بود واقعا. سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری اهدا می شود به جناب آقای حمید خضوعی عبیانه برای فیلم تختی،
آقای حمید فضویی عبیانه، فیلمبردار صاحب نام سینما ایران، سیمرغ این دوره جشنواره رو بر فیلم غلامرضا تختی میگیرند. دیگه آقای فضویی عبیانه رو میشناسید و میدونید وقتی اینجا تشریف ندارن به دلیل سفرشون به خارج کشور هست. مدیر تولید محترم فیلم جایزه رو دریافت کردن از آقای کلانی. خیلی ممنونم و متشکرم. اما بازیگر نقش مکمل زن، نامزدهای بهترین نقش مکمل زن: زهره عباسی برای فیلم ناگهان درخت، جیلا شاهی برای فیلم قصر شیرین، فرشته صدر و رفایی برای فیلم شبی که ماه کامل شد، نیوشا علیپور برای فیلم قصر شیرین، پانتا پناهی ها برای فیلم درخونگاه. 37 جشنواره فیلم فجر. خانم رامین فر، شما لطفاً محبت بفرمایید و نام برندتون اعلام بکنید. منم دلم میخواد تبریک بگم به همه کسایی که کاندید بودن و نبودن و همه تون من افتخار میکنم به عنوان خواهر کوچیکتون. با افتخار سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن اهدا میشود به سرکار خانم فرشته صدر و رفایی. خانم فرشته صدر و رفایی برای فیلم شبی که ما کامل شد. علی‌رغم سختی انتخاب هیئت داوران، ولی انتخابای دقیقی بوده. اینقدر هم نوا با شما. سلام عرض میکنم، واقعا خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مرسی ممنونم. واقعا از هیئت داوران تشکر میکنم، از خانم آبیار عزیز، از ایمان امیدواری عزیز، واقعا خیلی زحمت کشیدین، مرسی. متشکر از همه تون، از تیم خوبمون، همکارای نازنینم، بازیگرای فوق‌العاده‌ای که ما با هم کار میکردیم، گروه تولید، تدارکات، فیلم برداری، صدا برداری، واقعا از همه سپاسگزارم. و واقعا میخوام اینجا آرزو کنم که دنیای ما دنیایی باشه، دنیای عشق در برابر تکفیر و دنیای دوستی در برابر خشونت و صلح در برابر جنگ، تا دنیای بهتری داشته باشیم. مرسی. انصافاً بازی بی‌نظیری بود، از اون بازی‌های نمونه‌ای که به نظرم تا دهه‌ها حتماً تو خاطر همه ما باقی می‌مونه. انشالله که برقرار باشید. مبارکتون باشه. نقش مکمل مرد، نامزدهای بهترین نقش مکمل مرد: آرمین رحیمیان برای فیلم شبی که ماه کامل شد، نوید محمدزاده برای فیلم متری شیش و نیم، حسن پورشیرازی برای فیلم قسم، یونا تدیان برای فیلم قصر شیرین، علی نصیریان برای فیلم مسخره باز، جواد عزتی برای فیلم ماجرای نیروز رد خون. 37 جشنواره فیلم فجر. داوری سخت و یکی از سخت‌ترین اعلام‌ها برای آقای باشا آهنگر. مثل یک مرد بازیگر نقش مکمل مرد رو اعلام میکنند. خیلی انتخاب راحت ولی سختیه دیگه، نه؟
حالا راجع به دلایل و شکل و شمالش بعداً حتما بهمون اطلاعات میدن. بفرمایید آقای باید. اعتراف میکنم که خیلی سخت بود. یعنی خب من که همه این بازیگرا رو دوست دارم. من همه خیلی‌هاشون که جوانن مثل بچه‌های منن، اونا که هم سن سال منن، برادر و خواهر و بزرگترا، به هر حال حکم استادی و پیشکسوتی دارن. ولی یک بار در زندگی یکی مثل من پیش میاد که آقای نصیریان رو دعوت کنم بیاد بره. با افتخار، با احترام، استاد علی نصیریان برای فیلم شبی که ماه کامل شد. برای فیلم مسخره باز معذرت میخوام. اصلا این جایزه که دارن از شما میگیرن برای همه عمرشون. همه ما با آقای نصیریان خیلی مدیونیم. خیلی خاطره های درجه یک و بی نصیر و فیلم با مزه مسخره باز. همه بازی های آقای نصیریان تصدیق می‌فهمید که بازی های بی نظیری هستند و نشانه گذاری های تازه‌ای دارند. مسخره باز اما یه چیز عجیب و غریب بود واقعا تو بازیشون. بله بفرمین استاد، خواهش میکنم. خیلی ممنونم. من سیمرغ تا حالا نگرفتم. در این 40 سال ارتزارم نداشتم، ولی حالا محبت کردن آقایون سیمرغ درجه 2 به من دادم. اب نداره، من با کمال میل میپذیرم. فقط حس خیلی قرصی داشتم که بیام، و اینکه خب مشکلات داشتم در زندگیم که این روزها نمیتونستم خیلی روپا باشم و سر حال باشم، مشکلات داشتم، و ولی دلم میخواست بیام. فقط اینجا از این تریبون میخواستم بیام، از این تریبون استفاده کنم بگم من آدم سعادتمندی بودم. و چرا؟ به دلیلی که در این سن این امکان و این فرصت رو پیدا کردم که با نوه خودم کار کنم. جای نوه‌مه دیگه، یا جای پسرمه یا جای نوه‌مه. همایون غنی‌زاده. چرا میگم خوشحالم؟ خب خیلی کارهای دیگه هم آدم میکنه، کارهای چارچوبای خیلی خوب، ولی این سناریوشو که من خوندم خیلی برام جذاب بود. من نمیدونم این چه این شانس من بود، این شانس من بود که بتونم تو یک کار خلاقانه و نوآورانه و شکننده چارچوب‌های معمول، من پیرمرد مسن مال 70 سال پیش، 70 سال پیش رو صحنه بتونم شرکت کنم، و این شانس خوبی. من برای همایون غنی‌زاده آتیه بسیار درخشانی آرزو می‌کنم. از هیئت داوران که من رو انتخاب کردن بین این همه استعدادهای جوان خوب تشکر میکنم. از جشنواره تشکر میکنم. از تماشاگران این فیلم تشکر. آقای علی نصیریان که به درستی و با افتخار جشنواره 37 از ایشون تقدیر میکنه، و هم به پاسداشت این فیلم و هم عمر درخشان هنریشون احترام میذاره.
اما میدانید که بذارید واقعا آرزوی طول عمر بکنیم، هرچند که کردیم برای آقای علی نصیریان بزرگ، انشالله سلامت و برقرار رو سرفراز باشند و ما رو سرفراز بکنند. آقای جمشید مشایخی عزیز که با چه لذتی دوست همه عمرشون رو اینجا من میدیدم تماشا کردن، اولین کار تئاترم رو با علی خان نصیریان کردم و کارگردان بود ایشون، کارگردان بود. من عاشقشم، ایشون قسمتی از وجودش از دست داده، نمیخواستم شخصیت بگم، نمیخواستم، ولی امشب مجبورم همسر عزیزش از دست داده، قربونش برم. برای هر دو عزیز آرزوی سلامتی میکنیم. آقای دکتر ربیعی شما هم خوش آمدید، من شما رو دیر دیدم، ببخشید، انشالله که سلامت باشید. خیلی ممنونم از همه خانم ها، آقایان، برادران و خواهران ارجمندم. اما میدونید که ما تعدادی فیلم انیمیشنی که این روزا بهشون میگن پویا نمایی، سه تا فیلم رو شما دیدین به نظرم، درست میگم؟ سه تا انیمیشن دیدین که بهش میگیم پویا نمایی. جایزتون رو، جایزه هیئت محترم داوران رو در این بخش آقای دکتر احسانی اعلام خواهند کرد، درست میگم آقای دکتر؟ بله، آقای دکتر احسانی جایزه ویژه هیئت داوران رو برای بهترین فیلم پویا نمایی سینمایی اعلام میکنند. سیمرغ بلورین بهترین فیلم سینمایی پویا نمایی اهدا میشود به فیلم سینمایی آخرین داستان به کارگردانی اشکان رهگذر. تشکر میکنم از هیئت داوران خاطر این جایزه و از تهیه کننده محترم آقای رسولوف، از خانواده‌ام که 9 سال تحمل کردن که این فیلم ساخته بشه، و از بچه‌های استودیو هورخش که واقعا 9 سال جنگیدن که یه فیلم لایق اسم شاهنامه و فردوسی ساخته بشه. ممنونم. ان شاءالله که مبارک. آقای مهرزاد دانش، شما لطفاً خواهش میکنم تش بیارین. شما یه جایزه هنر و تجربه دارین، سالهاست که ما در جشنواره فجر جایزه هنر و تجربه رو اعلام میکنیم، ببینیم که انتخاب امسال شما کدوم فیلم بوده. برای همکاری های مجدانه که در خلاقیت های هنری و بصری فیلمی که عرض میکنم، سیمرغ بلورین بهترین فیلم هنر و تجربه اهدا می‌شود به فیلم سینمایی مسخره باز به کارگردانی همایون غنی‌زاده. آقای همایون غنی‌زاده برای فیلم مسخره باز جایزه بهترین فیلم هنر و تجربه رو می‌گیرد. خیلی خوشحالم که امشب در جمع شما هستم.
آقای نصیریان عزیز گفتن بعد از 40 سال جایزشون رو گرفتن. من تو یه شب 2 تا سیمرغ دارم بهم میدن. جایزش رو دوست نداشتم. معادلات جشنواره هم پذیرفتم. اون سیمرغ رو دوست نداشتم. سیمرغ نگاه نور رو دوست نداشتم. چون در پایان نگاه کردم دیدم فیلم من موفق نشد. داریم بارو بارو نزدیک. نگاه نوعی به جشنواره تزریق کنم. اما این جایزه رو دوست دارم. اینو میگیرم. من از آقای میری از هیئت داوران که جایزه فیلم اول و نگاه نور رو بهم دادن تشکر میکنم. محبت دارید به من. به من اجازه بدید که سلیقه شخصیم رو اعمال کنم، این جایزه رو نگیرم. میشه این جایزه رو بهم بدید؟ ممنون. خیلی ممنونم. خیلی خوب، اجازه بفرمایید برسیم به جایزه بعدی. کاندیدای محترمش هم به نظرم در سالن تشریف دارن. نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن. نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن: مهناز افشار برای فیلم قسم، الناز شاکر دوست برای فیلم شبی که ماه کامل شد، ژاله صامتی برای فیلم در خونگاه، بهنوش طباطبایی برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، فاطمه معتمداریا برای فیلم بنفشه آفریقایی. 37 جشنواره فیلم فجر. صفحه خانم درخشنده، لطفا شما بازیگر خوشبخت زن امشب رو اعلام کنید. من میخوام بگم که همه بازیگرای زن، همه بازیگرای مردی که تو این جشنواره بودن خوب بودن. واقعا این انتخاب خیلی سخته. من به همشون تبریک میگم چون همشون عالی بودن، همه کاندیداها. اجازه بدین که اعلام کنم. کی؟ سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن اهدا می شود به سرکار خانم الناز شاکردوست برای فیلم سینمایی شبی که ما کامل شد. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم شبی که ما کامل شد برای خانم الناز شاکردوست. تموم شد دست زدنتون؟ چنان جیغ و سوت و کف شروع کردیم من فکر کردم تا سحر میریم. خدای شکرت، همیشه خیال میکردم که این مسیره رو تا اینجا میدوام. نشد با دو بیام، ولی بالاخره شد. خدای شکرت. خیلی خوشحالم واقعا الان که اینجا ایستادم
فکر میکنم تشویقهای شما ارزش این همه جنگیدن رو داشت، چه روحی چه جسمی. اول از همه میخوام تشکر کنم از بانو نرگس آبیار که در تاریک ترین بخش زندگیم اومد و کنارم ایستاد و به من فرصت زندگی در این نقش داد. خانم آبیار، شما جدا از نبوغتون به عنوان هنرمند یک انسان واقعی هستین. خیلی ممنونم. نقش فائزه جدا از اون بخش بازیگریش برای من یک مسئولیت و وظیفه بزرگ داشت. فائزه نماینده همه مادرانیه که به جز خوشبختی بچه هاشون هیچ آرزوی دیگه ای تو این زندگی ندارن، ولی امان از جنگ و فقر فرهنگی. و امیدوارم که در هیچ کجای جهان هیچ زنی، هیچ مادری، بهتر بگم هیچ عاشقی قربانی سیاست ها نشه. امروز در جمع ما مادر نقشی که بازی کردم، من و پدرام شریفی عزیز خواهر و برادری بودیم که مادرمون خانم اعظم محسن دوست که هر دو بچهش رو از دست داده الان در جمع ماست و من رو دخترم خطاب کرد، به من گفت فائزه و این بزرگترین جایزه بود. من با احترام به تک تک کاندیداها، خانم فاطمه معتمدآریای عزیزم که برای من اسطوره بازیگری هست، خانم ژاله صامتی هنرمند، مهناز عزیز که واقعا میدونم چقدر سختی کشیده برای این دوتا نقشش، و بهنوش جان طباطبایی برای بازی در اون فیلم بی‌نظیرش تبریک میگم، خسته نباشید میگم. وظیفه خودم میدونم که از هیئت محترم داوران تشکر کنم. ممنونم که فائزه رو شایسته سیمرغ دونستی. و در آخر امیدوارم بتونم امانتدار خوبی باشم. ممنون. انشالله مبارکشون باشه خانم شاکر دوست و فیلم های بهتر و درجه یکتر و درخشانتر رو در سالهای آتی باز هم انشالله ازشون ببینیم. مادر این دو شهیدم ازشون تشکر میکنن. خدا سایه شما رو رو سر ما نگه داره خانم. خدا بچه هاتون رو سر سفره رسول الله قرار بده انشالله. خیلی ممنونم. و بلافاصله بازیگر نقش اول مرد، نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد، حامد بهداد برای فیلم قصر شیرین، امین حیایی برای فیلم در خونگاه، هوتن شکیبا برای فیلم شبی که ماه کامل شد، پیمان معادی برای فیلم متری شیشونی، نوید محمدزاده برای فیلم سرخپوست. 37 جشنواره فیلم فجر. ببینید با این تشویق که شما کردید برای همه این کاندیداها که حقشون هم بود، فکر کنین شما عضو هیئت داوران بودین به چه انتخابی میرسیدین در عین تعلق به همه این آقایون، همه بازی های درخشان. آقای بزرگ میاد، دم شما گرم، خدا قوت. هممون انتخاب ها و کار سخت شما رو میفهمیم. حالا ببینیم برای نقش اول مرد چه سوغاتی برای ما آوردیم. سیمرغ بلورین بهترین نقش اول مرد. آقای بزرگ میام اگه اینجا رای گیری بکنیم فکر میکنین چی میشه؟ به نظرم رای ها بازم مساوی میشه. من فکر میکنم تایید میشه، یعنی بازم همه بالاخره طرفدارای درجه یکشون رو دارن برای اینکه بازی های درجه یکی بوده. چه کار کنیم؟ به همه شون نمیشد سیمرغ بدین؟ والا من که دوست داشتم، ولی میدونین که آیین نامه جشنواره اجازه نمیده، یعنی جشنواره های بزرگ دنیا هم همینجورن تایپ ها. اینجا هم عموماً جشنواره فجر ازش تبعیت میکنه، این که دو تا جایزه همسان نمیده. البته مثل پارسال و یکی دو سال دیگه هم غیر این عمل شده البته، ولی نادر بوده. چه کار کنیم حالا؟
حالا که نمیتونیم دوتا جایزه بدیم یکی بدیم، بعد فکر کنین چجوری انتخاب کنیم. خیلی سخته آقای بزرگ نیا. میشه من ببینم؟ منفجر میشین مطمئنم. فقط سالن رو پایین نیارین وقتی آقای بزرگ نیا اعلام کردن. خب قول بدین در حدی که سالن لااقل بمونه. خیلی هاتون هم ایستادین، بذارین ببینم هستن همه. آه. آقای بزرگ نیا تعاملمون تاق شد. آره واقعا شما چی کشیدین تا انتخاب کردین؟ چه خوشبخت و خوش سعادت، چه فیلم سختی واقعا. بگین بهمون دیگه چرا نمیگین آقای بزرگ نیا؟ ای بابا جون به لب شدیم رفت. من ترجیح میدم به همه بازیگرامون تبریک بگم به خاطر کارهای خوبی که واقعا امسال داشتن. واقعا خسته نباشید. اگه اجازه میدین من مخلص شام. من که التماس میکنم از شما این انتظار با اجازه عذیتمون میکنه دیگه. سیمرغ بلورین بهترین نقش اول مرد اهدا میشود به جناب آقای هوتن شکیبا برای فیلم سینمای شبیه که ماه کامل شد. هوتن شکیبا برای فیلم شبی که ماه کامل شد. من خیلی 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 خوشحالم که این جایزه رو گرفتم. و یه خوشحالی خیلی بزرگ دارم بابت اینکه من خانواده‌ام هی داره بزرگ و بزرگتر میشه. اول خانواده خودم، پدرم، مادرم و برادرم که تو این سال همیشه حامی من بودن. بعد خانواده بزرگ تئاتر که 16 سال ازشون یاد گرفتم. خانواده شبی که ماه کامل شد که واقعا همشون تک به تک از جون مایه گذاشتن برای این فیلم سخت. و خانواده سینما که اجازه دادن عضوی از اونا باشم. ممنونم از هیئت داوران که اجازه دادید اسم من کنار برادرم نوید محمدزاده باشه، کنار امین حیایی عزیز باشه، کنار پیمان معادی باشه، کنار حامد بهداد باشه. یکیشون موند. کنار پیمان معادی باشه. ببخشید دستام داره میلرزه از هیجان. ممنون از همتون. ممنونم. مرسی. مبارک آقای شکیبا باشه. انشالله که خوش باشی و سلامت و شنگ. و دم همه کاندیداهایی که اومدن توی این جلسه و اختتامیه گرم. خب میماند جایزه های دیگری. از هیئت محترم داوران خیلی تشکر میکنم و ازشون اجازه میخوام که به ما یه چند دقیقه فرصت بدن، شما هم استراحت بکنید تا بقیه جوایزتون، پاکت هایی که هنوز باز نشده را اگه اجازه بدید من بخونم توی دقایق بعدی.
خیلی متشکرم آقای کلاری، آقای مهرزاد دانش، آقای بزرگنیا، آقای باشاهنگر، آقای دکتر احسانی، خانم ریما رامیفر و خانم درخشنده. خانم ها و آقایون رو بدرقه میکنیم و تشویق میکنیم و تصاویر درخشانی میبینیم. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی. ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید، در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت، هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده، مردم و دیو و دده، لیک در این میکده، پای ندارند پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فدانی عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم، عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی، بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی. جشنواره فیلم فجر. خدا قوت. جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نظر تماشاگران باقی مونده و بهترین فیلمنامه و کارگردانی جایزه ویژه هم دارند هیئت داوران و بهترین فیلم ماننده این که توی دقایق آتی آروم آروم انشاءالله اینها رو هم اعلام میکنیم. نامزدهای بهترین فیلمنامه رو یه بار دیگه امشب البته حالا مرور میکنیم هرچند که شما آشنا هستی. نامزدهای بهترین فیلمنامه: محسن تنابنده برای فیلم قسم، محسن قرائی محمد داوودی برای فیلم قصر شیرین، نیما جاویدی برای فیلم سرخ پوست، پرویز شهبازی برای فیلم طلا، نرگس آبیار و مرتضی اصفهانی برای فیلم شبی که ماه کامل شد. 37th جشنواره فیلم فجر. سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اهدا می شود به جناب دیگه بگم معلوم شه برش، جناب آقایان محسن قرایی و آقای محمد داوودی برای فیلم سینمایی قصر شیرین.
قصر شیرین، فیلم خوب آقای میرکریمی عزیز. حالا که رو سنن دیگه میدونم اینقدر دست زدین که یه ذره دیگه حوصله‌تون شاید سر رفته باشه، ولی جایزه بهترین فیلمنامه است، اونم به یکی از بهترین فیلم‌های لااقل سال‌های اخیر. خیلی ممنون از هیئت داوران محترم. میخواستم تشکر کنم از آقای رضا میرکریمی و حامد بهداد عزیز که با اجرای درخشانشون واقعا فیلمنامه ما رو ارتقا دادن. متشکرم ازشون. مبارکتون باشه. و آقای داوودی، خیلی خوشحالم بابت این جایزه. ممنونم از هیئت داوران محترم، ممنونم از آقای میرکریمی و اعتمادشون، مرسی بابت قصر شیرین ماندگاری که برای سینمای ایران ساختید و دم تک تک عوامل این فیلم گرم. قطعا اگه فیلمنامه یک کار دیده میشه، زحمت همه این بچه های از خدماتی تا حالا بازیگرها و همه آدمایی که جلو دوربینن. من یه نکته هم فقط بگم. بله، فقط روز اول جشنواره، البته افتخاری برای من، عکس حاج محمد داوودی به جای عکس. بله، بعضی این پرسیدن که این آقای داوودی اون آقای داوودی هن یا نه. الان دیگه اثبات شد که دوتا آدم متفاوت. مرسی، ممنون. خدا رو شکر این سوالمون هم جواب گرفت. شکریم آقای داوودی، انشالله موفق باشید. ولی شما فکر کنین آقای حامد بهداد یه جایی باشه ولی آدم نشناسش، ممکنه چیکار کرده باشه که آدم نتونه بشناسش؟ همشهری بودن ایناش به کنار، بازیگر درجه یک بودنش به کنار. نه؟ عینک تو از کجا خریدین؟ بی‌نظیره. آقای حامد بهداد با یه عینکی که الانم بلندشه شما ببینینش فکر کنم باور نمی‌کنین. خیلی مخلصیم، انشالله خوش و خوشتیپ و سلامت و خوشبخت. جایزه هیئت محترم داوران عرض کردم که یک جایزه ویژه دارند که حالا من با احترام و افتخار اون رو اعلام میکنم. سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران اهدا میشود به فیلم کارگردانش به نظرم بود اینجا کارگردان جوان خوشتیپ خوش استیل، اگر داشتین که زیاد دارین نشون من بدین، که عینک هم داره، دومین فیلمش هم ساخته. نیما جاویدی کجاست؟ سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران اهدا شده فیلم سینمایی سرخپوست به کارگردانی نیما جاویدی. بعد روی عزیز ما که مدیر تولید فیلمن، از طرف ایشون طبیعتاً جایزه رو دریافت میکنن. پس یادمون بمونه آقای نیما جاویدی برای فیلم سرخپوست، برای فیلم شیک و ترتمیز سرخپوست جایزه ویژه گرفتن. جان از طرفشون هم جایزه میگیرین هم یه سخنرانی میفهمید. بله، با کمال میل قربان. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان همکاران عزیزم. آقای جاویدی یه مشکلی براشون پیش اومد، خیلی عذرخواهی کردن نتونستن بیان، ولی از من خواستن که از این موقعیت استفاده بکنم، از طرف همه عوامل فیلم سرخپوست، از مردم عزیزمون خیلی تشکر کنیم که با استقبال فوق‌العاده‌شون از سرخپوست به ما خیلی انرژی دادن. خیلی متشکرم. قربون شما، سلام برسونیم. خیلی متشکرم. اما فکر کنین که بهترین کارگردان جشنواره 37 کی باشه؟
نامزدهای بهترین کارگردانی بهرام توکلی برای فیلم غلام رضا تختی، نیما جاویدی برای فیلم سرخ پوست، نرگس آبیار برای فیلم شبیک ماه کامل شد، سعید روستایی برای فیلم متری شیشونی، رضا میرکریمی برای فیلم قصر شیرین، محمد حسین مهدویان برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون. 37 جشنواره فیلم فجر. خانم آبیار در طول همه کاندیداها و جایزه ها یکی دو بار همچین خیسم شد و نشد دیگه. بالاخره فعلا لااقل دو تا جایزه درجه یک داریم که دو تا بازیگر درجه یک بازیگرها رو عرض میکنم. بازی ها سه تا، آره مکمل. راست میگین خانم اسد و رفایی، فکر کنین من شما رو یادم بره. سه تا غیر اون هم شمردین خانم آبیار چند تا بود جایزه هاتون تا حالا؟ 10 تا؟ 5 تا؟ 6 تا؟ یه جوری بگیم که من بفهمم. 5 تا؟ 5 تا. دم شما گرم. این یکی فکر میکنین تعلق به ایشون بگیرد یا کارگردانهای دیگر؟ کارگردانهای دیگر هم هستن. مخلصیم و سنقا. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اهدا میشود به چی؟ باشه. انظر من که حتما، انظر داوران هم حتما، انظر شماها هم. خب میخواین بگین یا احساساتونو کنترل میکنین من اعلام کنم؟ چیکار کنیم آقای رضوی؟ مال شماست؟ نه؟ ممکنه؟ سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اهدا می شود به بذارین بگم اجازه می فرمایید؟ چاکر شما. ببخشید من شما رو دیر دیدم، خیلی عذرخواهی می کنم. حول برم داشت. سرکار خانم نرگس آبیار. سرکار خانم نرگس آبیار برای فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد. امشب دیگه اون شب، به نظرم اون شبی که ماه کامل شد امشبه. به نام خدا. والا نمیدونم چی بگم، خیلی راستش یه دلگیری که همیشه داشتم این بود که میگفتم تو کشور خودم هیچ وقت حتی کاندید کارگردانی هم نشدم تو جشنواره فجر. این جایزه برای من خیلی بزرگه، خیلی مهمه، ولی خب امشب من خوشحال میکنه خیلی زیاد شب این گروهی که این هم زحمت کشیدن برای ساخت این فیلمو میسازه. ولی میدونم تمام اون دوستانی که خیلی خیلی زیاد زحمت کشیدن برای ساخت فیلمشون و به هر حال این جایزه رو نگرفتن، ته دلشون ممکنه غمگین باشن و این خیلی برای من آزاردهنده است. این جایزه مال همه دوستان کارگردانم هست. ممنون از همتون. منم مثل الناز عزیزم میخوام از مادر
فائزه و شهاب واقعی در واقع خانم اعظم محسن دوست تشکر کنم. ممنونم که زحمت کشیدین امشب اینجا اومدین. ممنون. ببخشید من هول کردم خورده نمیتونم خوب حرف بزنم و تشکر کنم از تیممون. یه تیم عالی ما داشتیم، بچه‌هایی که واقعا شبانه روز وقت گذاشتن، شرایط سخت و دووم آوردن، کشور پاکستان اومدن، بنگلادش اومدن، تو 50 درجه گرما همه چیز و سختی‌ها رو تحمل کردن. بعدش هم پس تولید در واقع حمید نجفی راد عزیزم که خیلی وقت گذاشت برای تدوین کار. من ممنونم از سامان لطفیان، هر کدومشون واقعا انقدر فداکاری کردن من زبانم قاصره. ممنون. من به نمایندگی از همه‌شون اینجا حضور دارم. متشکرم. ممنون. مبارک خانم آبیار باشه. اما نامزدهای بهترین فیلم رو هم خواهش می‌کنم سریع ببینیم. نامزدهای بهترین فیلم: سرخ پوست به تهیه کنندگی مجید مطلبی، شبیه که ماه کامل شد به تهیه کنندگی محمد حسین قاسمی، غلام رضا تختی به تهیه کنندگی سعید ملکان، متری شیش و نیم به تهیه کنندگی سید جمال ساداتیان، ماجرای نیم روز رد خون به تهیه کنندگی سید محمود رضوی، قصر شیرین به تهیه کنندگی رضا میرکریمی. 37th جشنواره فیلم فجر. سیمرغ بلورین بهترین فیلم اهدا می شود به اون شبی که ماه کامل شد امشب، به خدا خانم آبیار. به جای ماه شب 14 باید بگن ماه شب 23، برای ماهی که شبی که ماه کامل شد، آقای محمد حسین، آقای قاسمی. جایزه بهترین فیلم رو تهیه کننده محترم این فیلم دریافت می‌کنند، آقای محمد حسین قاسمی. سیمرغ بلورین بهترین فیلم برای فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد. منم تشکر می‌کنم اول از خدای خودم، پدر مادرم و مادر خانومم که اگه خدا بهم نگاه می‌کنه به خاطر اونهاست، از هیئت داوران، از گروه خوبی که داشتیم، و اصل و فرع این جایزه را هم تقدیم خانم اعظم محسن دوست عزیز میکنم. سلامت باشین. انشالله که سلامت باشین آقای قاسمی. آقای قاسمی دیگه گفتن، شکل گفتنشون همسر خانم نرگس آبیار، زوج خوشبخت جشنواره 37. اما سیمرغ بلورین آرای مردمی، از مدیر عامل محترم خانه سینما جناب آقای منوچهر شهسواری دعوت میکنم که تشبیه آرند و نتیجه این رأی‌گیری رو بر ما اعلام بکنند. آقای منوچهر شهسواری عزیز، سلام عرض میکنم. امشب و به همه سینمای ایران تبریک میگم. باور دارم که بقیه نهادهای کشور باید از سینما یاد بگیرن که چگونه میشود همدل بود و چگونه میشود رفیق بود و چگونه میشود معرفت به خرج داد. سینمای ایران و همه ما مرهم زخم‌های این مملکتیم. ما زخم نمی‌زنیم. آن که زخم می‌زند حتماً روزی گرفتار عقوبت خود خواهد شد.
در این ایام همکاران من جناب آقای علی آشتانی پور که متاسفانه در سالن حضور ندارند و همکارانشون در امانتداری این آرا سعی فراوان کردند. سخنهای بسیار در حاشیه گفته شد. من همینجا عرض میکنم. طبق معمول همه صاحبان آثار سینما ایران اجازه دارند و حق دارند که به شکل خصوصی آرای فیلماشون رو دریافت بکنند. امشب هم ما میخواهیم به یه نحو دیگه هم عمل بکنیم. میخوام بگیم که فاصله این 5 تا فیلمی که تا آخر باقی موند چگونه بود و تماشاگران ما به عنوان یک جامعه آماری از آینده اکران ما در سال 1398 چه گفتند. اجازه بدید که به ترتیب فیلم ها رو اعلام بکنم که آرا چه بوده و برنده کیست. فیلم برگزیده تماشاگران، فیلم ماجرای نیمروز، رد خون، به تهیه کنندگی دوستم اجازه بدیم به تهیه کنندگی آقای محمود رضوی با 78.5% در رده پنجمن. فیلم شبی که ماه کامل شد به تهیه کنندگی دوستم محمد حسین قاسمی 79.75. فاصله رو دقت کنید. سومین فیلممون تختی به تهیه کنندگی سعید ملکان 84.25. فیلم سرخپوست به تهیه کنندگی جوانمون مجید مطلبی 86.25. و جایزه تماشاگران اهدا می شود به فیلم متری شش و نیم با 88.25 آقای سید جمال ساداتیان. آقای ساداتیان جایزه سیمرغ بلورین انتخاب تماشاگران رو میگیرن. تا این جایزه رو میگیرن عرض بکنم که تمامی برندگان امشب جایزه هایی رو هم از اسپانسر جشنواره، حامی مالی جشنواره همراه اول دریافت کردن. بله بفرمید قربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خب فیلمش متری شیش و نیم خیلی فیلم پرزحمتی بود. 5 ماه فیلم برداری داشت، حدود 15 ماه پیش تولید و فیلم برداریش طول کشید. 10,000 هنرور معتاد کارتون خواب داشت و فیلم بسیار سختی بود. این فیلم نتیجه طرز تفکرش کارگردان جوان سینما آقای سعید روستایی بود. من دوستان همکارم در این پروژه دعوت میکنم که روی صحنه بیان، دوستان بیشتر با چهرهشون آشنا بشن. تمنا میکنم، دعوت میکنم دوستان تشریف بیارن، دوستانی که در سالن هستن. مطلع هستید که سینما خب کارکرد زیادی داره. یک بزرگی میگفتش که زمانی که زبان از بیان یه مفهوم قاصر میشه اونجا تصویر به خدمت میاد. اگر تمام مطالبی رو که دوستان در چند دقیقه گذشته اینجا عرض کردن از سینما و کاربرد سینما گفتن، چرا ما سینما رو در استانداردی قرار دادیم که اگر در کشور 2 تریلیون نقدینگی کشور هست، چرا باید گردش مالی سینمای ما 200 میلیارد تومان باشه؟ خب آقای ساداتیان خیلی ممنونم. کاش به من اجازه بدید من از هیئت داوران تشکر کنم و از عالی مقامان حاضر که خیلی خسته شدند و ایستادند و شما و همکارانتون باقی بمونید. من یه مطلبی داشتم مخواستم خطاب به باشه زمین بدیم بشینن باشه. آقای دکتر صالحی خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. ما همه شما رو آقای انتظامی، آقای دکتر وازی رو بدرقه میکنیم، آقای دکتر داروغ‌زاده، آقای شهسواری و داوران محترم رو، آقای ساداتیان همچنان با ما هستند، آقای روستایی و همکارانشون.
من بحثم سر اینه که سینما رو یکمی جدی بگیریم، حوزه هنر رو جدی بگیریم، برای توسعه فضاهای فرهنگی کشور یکمی با سخاوت بیشتر کار کنیم، همونطوری که برای توسعه صنعت کشور، برای توسعه صنعت توریسم کشور بودجه های اختصاص دادیم که ردیفهاش برای بنگاه های اقتصادی شناخته شده هست، برای توسعه فضای فرهنگی کشور هم بیایم بودجه های اختصاص بدیم. ما هرچی بتونیم این فضا رو توسعه بدیم، کاربرد و مزایایش برای کشور فراوان خواهد بود. اگر اجازه بدین من دعوت میکنم از دوستانی که در روی استیج وجود داره اگر نقطه نظری دارن به سمعتون برسونم. ببخشید چون وقت گذشته، من اجازه میخوام از شما که به دوستان اجازه بدیم خیلی سریع نکاتشون رو بگن. متشکرم. هومن بهمنش هستم، مدیر فیلم برداری فیلم متری 6.5 و سرخپوست. خیلی خوشحالم. من بزرگترین تجربه تو این جشنواره تجربه کردم که معمولا مدیر فیلم برداری و صدا و موسیقی و این جور چیزا خیلی زیاد برای مردم توجه زیادی نداره، ولی تو این جشنواره انقدر برای من کامنت و چیزهای مختلف از فیلم برداری سرخپوست و متریشی شنیم اومد، اصلا فکر کردم که هیچ وقت نباید حرفم عوض کنم. خیلی لذت بردم از همکارانم هم که واقعا به نظرم درخشان بودن. خیلی ممنونم، مرسی از همه تون. ما جایزه‌مون رو گرفتیم، هم از هیئت داوران هم مردم. مرسی. مرسی. سلام، خیلی ممنون که فیلم ما رو دیدین و بعدتون نیومد. من فقط می‌خواستم یه قولی بدم همینجا، ما خیلی دنبال شما می‌گشتیم، ما یه وزیر میگفتن نیستین، خدا رو شکر که امروز هستین، امشب هستین. من پشت دستم رو داغ میکنم، از این به بعد پلیس از جلوی دوربینم نه، از پشتش رد شد. خیلی متشکرم آقای سعادتیان، از شما همکارانتون خیلی ممنونم. برای همه شما شب خیلی خوبی آرزو میکنم، برای فیلمتون آقایانی که همه اینجا تشریف دارن رو تشویق میکنیم و بدرقه میکنیم و انشاءالله تا 22 بهمن سال بعد و اختتامیه جشنواره 38 قربون همگی شما شب بخیر.